فریاد نسل من، فریاد تلخ درد و شکست است. یک عمر در هوای شکفتن، آزادی و برابری و عدل، از کوچه جوانی تا بازگشت مردی کو هدیه‌اش به ملت ایران یک هیچی بزرگ، یک صف امیر مردان بر بام تیرباران بود. در یک دقیقه شوکت آن انقلاب را از حزم رابعه گذراندش. فریاد نسل من، فریاد پایمردی نسلی است کو را هوای شوق به هم پیوستن تا روزهای آخر بهمن همراه شد. وقتی که مرغ طوفان بر بام ما نشست، در را فریبکار زمان بست. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 24 ژوئیه، دوم مرداد ماه، به شما سلام می کنم. جهان همچنان جهان بی عدالتی، کودکان غزه پرپر می شوند، 3 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند، خانه های بسیار دیگری ویران شد، داعش در کاسه های خون افطار کرد، اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وجه شیعه و سنی نمودهای تازه تری از جنایت داشت، حائری شیرازی در شیراز کار به کجا رسیده درباره فلسطین و اسرائیل سخن گفت. نگاه کنید نحیف مرد چه میگوید، جایگاه او جایگاه مختل العقلان است. بیمارستان روانی، های دکتر چهرازی یادت بخیر، دیوانه ای از قفس گریخته است. گوش دهید. خود اسرائیل علت به وجود آمدن حقوق بشره. کشورها دیدن اینا در عالم سر سامانی ندارن، حکومتی ندارن، در هر جایی زندگی میکنن، گاهی عده اوباش و اراذل میرزن تو محله اینها، محله اینها رو چپاول میکنن، غارت میکنن، مالشون میبرن، عده اینا اذیت میکنن. حالا تو آلمان تو جایی دیگه میکردن دیگه، اینا مبالغه میکنن یه چیزی رو، اما اصلش وجود داره. من با چشم خودم دیدم به اینا ظلم میکردن، تو شهر خودمونم ظلم میکردن و علما اعتراض میکردن نباید کار بشه. یعنی یه شایعه میشد که اینا یه بچه رو گرفتن خونشو خوردن و اینا یه حرفایی، بعد یه عده اراذل اوباش میرفتن مثلا محله اینا غارت میکردن. اینا یه واقعیت ما میگیم، این ظلم بود که به اینا میشد. خدا تو موضع حقه، خدا نخواست این طور باشه، اینا هم انسان بودن، بهشون فرصت. خب حاج آقای حائری، خدا نخواست اینا اینجوری بشن. 6 میلیون نفرشون هیتلر کشت، یه سرزمین تاریخی هم داشتن، اینو که انکار نمیتونی بکنی. در قرآن هست دیگه، قرآن که تو میگی به کمرتون بزنه، شما که میگید قبول دارید. خیلی خوب، اینا رانده و آواره و بدبخت و 6 میلیون کشتار که آقای احمدی نژادتون قبول نداره، آقای خامنه‌ای تون هم قبول نداره، اومدن یک کشوری درست کردن، حقوق مردمانی ضایع شده. بعد از سالها نبرد و جنگ عربا متوجه شدن با جنگ کاری نمیتونن بکنن، اسلو متولد شده، عرفات بازگشته قهرمان جنگ، حالا قهرمان صلح شده. با اسحاق رابین و شیمون پرس جایزه صلح نوبل میگیرن. فلسطینی ها امیدوار شروع میکنن وطن رو ساختن. دیروز گفتم رام الله جان میگیره، غزه جان میگیره، لب ساحل ساختمون میسازن. اسرائیل از تعهداتش سرباز میزنه. شارون میاد غزه رو یک جانبه میده به حماس. اصلا شیخ یاسین رو اسرائیلیا خلقش کردن، با اون قیافه بیاد حماس درست کنه. جمهوری ولایت فقیه جهاد اسلامی درست میکنه. صلح نه، جنگاری. ملت ایران شعار میده نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
تلویزیون جمهوری ولایت فقیه، تلویزیون حاج عزت که به زودی تلفن تلویزیون حاج عزت دیگر نخواهد بود، گفتن آقا داره استخاره میکنه، میگه که حداد عادل سلفراز، حداد عادل سلفراز. حسین آقا اونم دمشو ببینیم، حداد عادل سلفراز حسین آقا که یکیشون بشه مدیر عامل صدا و سیما. سه دوره محمد فروزنده رئیس بنیاد مستضعفان بود، بنیاد رو در اختیار آقا و آقا مشتبه گذاشت، حالا رفت سعیدی کیا جاش اومد. ای سعیدی کیا؟ این که ادعا میکرد نوکر رفسنجانی و جلو خاتمی خم میشد، وزیر راه و ترابری موسوی بود، وزیر مسکن اینا بود، چی شد؟ نه آقای سعیدی کیا اومده، از اول هم نوکر ولی فقیه بوده، حسابدارش هم بوده، بعد از کردان هم کارهای حسابداری دست این بود. حالا تلویزیون هم صدا و سیما هم حاج عزت باید بره دنبال شغلن براش، بالاخره یه شغلی باید براش پیدا کنه دیگه. محمد فروزنده تو آب نمک، آقا میخواد در انتخابات ریاست جمهوری ایس خود رو رو کنه، شو فکر میکنه هزار سال عمر میکنه. حالا بگذاریم، محمد سرفراز معاون بین‌المللی بوده، تلویزیون انگلیسی براشون راه انداخته، همه این کارا که بخه تجربه داره و غیره. ولی حسین آقای صفار هرندی بلبل بهتریه، نوکر بهتریه، کفش ما رو میبوسد، به او بیشتر میتونیم اطمینان کنیم. این سرفراز ممکنه یه دفعه این پرس تیوی رو میره، اون تلویزیون خارجی رو میره، العربیه و نمیدونم اینا رو، الجزیره و غیره رو میبینه، ممکنه باد ورش داره یه دفعه کار دست ما بده. یه حسین صفار هرندی نوکر خانگی، نوکر دیگه، یه عمر در خدمت آقای بازجوی معروف، حسین بازجو نشسته کار کرده، یاد گرفته و ادامه خواهد. بگذاریم، در هر حال در تلویزیون ولی فقیه در باره این حائری شیرازی را میگه، در تلویزیون ولی فقیه نه، صلح اصلا معنی نداره، اصلا نباید صلح بشه. آقای خامنه‌ای روزه میخونه، اصلا سرزمین کل فلسطین، کی بابا جان کی میده به شما؟ شما تو تهران نشستید میگی لنگش کن، بچه های غزه دارن کشته میشن. ابو مازن بیچاره صلح رو داشت به جایی میرسون، حماس رو آورد آروم کرد، نشون سر کرسی مسئولیت. آقای شارون که رحمت خدا رفت، آقای بنیامین نتانیاهو جاشون اومد، دست در دست آقای لیبرمن، انکار حقوق ملت فلسطین. خب نمیشه، نمیشه، شما میرید از تفاح رو میزنید نابود میکنید، سربازتون کشته میشه. آقای نتانیاهو نکن، نفرت جهان رو برانگیختی. حالا دیگه امریکایی هم این بچه های پاره پاره غزه رو میبینن به فریاد میان، نکن آقا نکن. حمایت همه جانبه ایران از مردم فلسطین، خب سووات 40 میلیون دلار امارات داد، شما چقدر دادید؟ حمایت همه جانبه با شعار، ما شعار میدیم، ما فلسطین رو با شعار آزاد میکنیم. احمد جبریل هم میاد پای آقا رو میبوسه، خیلی خوبه دیگه، بهتر از این چی میخواید؟ پای آقا رو میبوسه، نوکرای چپ و راست هم هستن، محمود زهار هم میاد پای آقا رو میبوسه، رمضان شله هم میاد میبوسه، عالی میشه. واقعا چه بگویم، از نامردمی های جهان دل انسان میگیره. چه بود اون روزگار؟ دوستی به من میگفت آقا قبل از خمینی مسلمان ها چقدر آبرو داشتن، شما وارد رستورانی میشدید میگفت آقا برای من این غذا رو بیار، میگفت من لازم اطلاع بدم خدمت شما، این غذا توش گوشت خوک هست، اینقدر حرمت میذاشتن. حالا گوشت خوک رو برات همچی کوفته میکنه میاره، این چیه؟ گل گاوه، میده بخوری حال کنی. چه بگویم، مهمون داریم امروز و میخوایم با مهمون رو صحبت کنیم، دوست و همکار قدیم و ندیم من محمد رضا شاهید. آقای سفریان که برنامه چمتاشو همتون دوست دارید، داشت من سوال که آقا محمد رضا شاهید خیلی برنامه خوش میدینا و خیلی موسیقی میشه. گفتم محمد 40 سال پیش کسی نمیدونست موسیقی کلاسیک چیه، دائم زیر بغلش صفحه های بزرگ
زیر بغلش بود و اومد پخش میکرد. موسیقی پاپ، موسیقی مدرن. با اسخر طاهری صحبت میکردم، تهیه کننده قدیم مدیر رادیو تهران، رادیو دو، و برنامه یاد دیروزش که وای چه برنامه‌ای بود که همه ما حال میکردیم. محمد رضا شاهیدم همینطور. رفتیم به اون روسا، گفت چه خوبه وقتی میبینم شاهیدم اونجاست، تو رو میبینم چشم هم میذارم، دو تا جوون رو در برابرم میبینم که با چه شوقی از بامدادان حرکت میکرد. سلام محمد رضای عزیزم. سلام آقای نوری‌زاده، سلام به همه بینندگان. در یک لحظه راجب صفحه صحبت میکردیم، در سفر آخرم به کن یک صفحه فروشی بسیار قدیمی رو پیدا کردم، یک آدم بازنشسته حدود 40 سال هر چی صفحه روی 33 دور بوده این جمع کرده، خرید و فروش میکنه. یک گزارش درست کردم که فکر کنم 2 هفته دیگر در زیر آسمان پاریس اون رو پخش خواهند. بسیار محمد رضا یه سفری هم داشت که از این سفر برای ما دستاوردهای آورده، یک کوچولوشو تو برنامه میبینین، نمادشو، سمبولشو، اصل کاریشو بعد میبینید. حالا از اولی شروع کنیم. راجر مور رو دیدی؟ جالب بود ها؟ بله، یکی از هموطنان ایرانیمون که بسیار مورد احترام و علاقه آقای راجر مور هست آشنا شدم و ایشون با هم یه قراری داشتن در پارک هتل که یکی از هتل‌های مشهور موناکوه، و حتی خواستم دوربین اینها رو ببرم، به من گفتن که اونجا ممنوع فیلم برداری. یک دوربین بسیار کوچکی با خودم بردم به این بهانه که شاید بتونم دعوت بکنم و ایشون بپذیره. یکی از مؤدب‌ترین افراد و یکی از مهربون‌ترین هنرمندانی است که من تا به حال شناختم. گفتم من پس فردا دارم میرم به اسکاتلند، افسوس که وسایل تو نیوردی، وگرنه میتونستیم مصاحبه کنیم. گفتم نه، با همین دوربین میشه. و در تعجب بعد از انجام گزارش دوربین رو از من گرفت و گفت حالا من از تو فیلم برداری میکنم. و منم چون صحنه نادری بود از نظر خودم، منم تلفنم از تو جیبم در آوردم و به یک حالت بالمانند که تو خود اون فیلمم میگم، ایشون از من فیلم برداری میکرد و من هم از آقای راجر مور. البته بعد از مصاحبه اگر فیلم دستتون هست محمد رضا میتونیم یک دونه مثلا نقش ششم سیاهی لشکر تو فیلم بازی میکنه، جواب سلام نمیده. راجر مور رو دیدی؟ از کی؟ روزگار سنت و بعد جیمز باند، و یکی از موفق ترین جیمز باند ها بعد از شان کانری بود. راجب جیمز باند هم حرف زدی باش؟ خیلی کم، برای اینکه فکر کردم که چنین هنرپیشه‌ای به ایشون هم گفتم من نوجوانی با سنت بود و اون آرم مقدس، بعد فیلم کاوشگران با تون کورتیس که موزیک جانبری، نخواستم فقط او رو به عنوان یک ماشین متحرک آماده شده یه جیمز باند مثل خود شان کانری. اینها ترجیح میدن که مجموعه هنرشون رو آدم بشناسه. البته به جیمز باند هم گفتم، نمونهش این که وقتی راجع به فیلم سنت صحبت کردم بلافاصله آرم موزیک فیلم سنت رو شروع کرد زمزمه کرد. خب شاهی جان میشه ببینیم تیکه ای رو الان این فیلم؟ اگر رامین عزیز محبت آره کنم گفته بود با راجر مور اول ببینیم. Nobody has a house in Monaco except the three miners. Yeah, hold on. The honor for me. Just a minute. Which is the? Don't see your face. This is the gameplay for the war. And I take from you. Just a minute. Don't take it out. You have the talent. Okay. Don't see you. Exactly. In the top copy, you have one ballet, in the ballet de voleur, ballet de voleur. Oui, oui. And you see all the Maximian Schell comes arrive. Yeah. The ballet. Is it Ustinov? Exactly. You have the talent. Okay. Thanks to you. You're welcome. My wife. راجب توپ کاپی حرف زدی، عجب فیلمی بود. هیچ وقت یادم نمیاد توی اون فیلم توپ کاپی جایی که به باله دزدان مشهوره که از توی سقف میان توی موزه و اینها مثل رقص باله با اون طناب میان پایین، و وقتی آقای راجر مور به شوخی میخواست چهره من از پشت دوربین بگیره و این دوربین رو میچرخوند، گفتم شما همون کاری رو کردید که در
فیلم توپکاپی انجام شد و حافظه هنرپیشه پیتر یوستینوف رو که من یادم رفته بود ایشون گفت اون تو پیتر یوستینوف هم بازی مرینا مرکوری هایت دیگه ماکسیمیلیان شل و مرینا مرکوری و پیتر یوستینوف عجب فیلمی بود دوست دیدن اون الماس توپکاپی از اون مرز جولدسن این رو کارگردانی بله فیلم جولدسن رو 10 سال پیش توی پاریس دیدم باهاش مصاحبه کردم میدونید که الیا کازان این رو لو داد در زمان مکارتیزم بله صحبت درگیری دو تا با هم نزدیک به کمونیسم از سوی هالیوود مورد کازان رو خرابش کردم ولی من فکر میکنم ماها نسل ما و نسل قبل از ما الیا کازان یکی از اون پدیده هاست که باید خوب شناختش فیلم امریکاش بعد 30 سال بعد اومد یه فیلمی ساخت به نام سازش و در این فیلم سازش که کرک داگلاس بازی میکرد و فی داناوی همون قهرمانی که با رویای آمریکا میمد آمریکا حالا به رویا رسیده بود شده بود مدیر عامل یه شرکت سیگار ولی چنان زده شده بود هر لحظه تنها میشد صدای موسیقی یونانی بندرگاه و مادرش تا لحظه‌ای که با ماشینش خودشو میرفت زیر یه کامیون و میکشت بسیار فیلم قشنگ من کارهای کازان رو واقعا دوست دارم یعنی هر وقت فکر میکنم کارهایی که او کرده در خاطر ما خواهد باشه جولداسن هم خب جایگاه ویژه خودش داره محمد رضا عزیزم یه موزه ای هم در اونجا رفتی دیدی موزه قاجار بود یه چیزی بود که به نظر یه خود از اون برامون بگو تا بعد فیلمش هم ببینیم در واقع دلیل اصلی سفر من به اونجا برای همین موزه بود که میدونید که حدود 200 سال پیش 1800 خورده یکی از اشرافزادگان هلند تصمیم میگیره بره به ایران و پرس اون موقع و سوریه و ایران رو میبینه و چون اشیای بسیار زیبایی میبینه مثل قلمدون مثل تابلوهای قاجار زمان مظفرالدین شاه و حتی قبل فتحعلی شاه اینها رو میخره و بعد میاد به جنوب فرانسه با اسب اینها رو میاره و کشتی و بعد هم میمیره و فقر خانوادگی در سالها و سالها این اسباب ها و این اشیاء واقعا عتیقه در زیرزمین و انبارها میمونه تا اینکه شهرداری شهر کن اینها رو پیدا میکنن و میبینن چیزهای بسیار با ارزشه با شهبانو تماس میگیرن که اینها متعلق به شما نیست اما مال فرهنگ کشورتونه و بیایید ما کمکتون بکنیم شما ما رو کمک کنین اینها رو میگذاریم در موزه کست یکی از معتبرترین و زیباترین موزه های شهر کن در یک تپه مرتفع و بسیار زیبا قرن 11 این ساختمان ساخته شده دست به هیچ گوشه از این موزه نزدن میشه فیلمش رو ببینیم یه قسمتی از دقل فیلم تصمیم میگیره که هر سال یک مهمونی بدن جدا از اینکه یک رقم بالایی از مهمانان میگیرن همت عالی پولی هم دریافت میکنن که عیناً در حضور کارکنان شهرداری داده میشه به این موزه حدود 50% رقم لازم رو تهیه کردن و هر بار یا تابلو یا این قاب‌ها رو با وسایل الکترونیکی و تکنیک‌های جدید قلمدون‌هایی که عکس شکار فتحعلی شاه هست رو حالا تو فیلم خواهید دید یک فیلم بسیار کوتاه 2-3 هفته دیگه کاملش بخشی از این موزه رو پخش کرد توی زیر ممکنه خواهش کنم اتاق فرمان یه قسمتی رو نشون بدن تا بعد بریم سر سومین فیلم که اونم با اهمیت qui cache la décoration nous voyons par exemple Fatali Shah en chasse, qui fait de la chasse, et nous voyons donc ces décors qui sont relevés par l'infrarouge et qui, un jour, ces coffrets restaurés vont nous permettre de voir toute la beauté de ces coffrets. On voit ici également exemple d'un plumier, d'un calamdan, et on voit que là, pour le propos scientifique de cette exposition, la restauration, notamment des grands portraits en pied des courtisanes, donc un qui a été restauré. On voit également en majesté un prince Qajar. Donc nous avons 6 tableaux grand format Qajar que M. Liklama nous a ramenés. بیشترش هم آقای شاهید دوران فتحعلی شاست چون فتحعلی شاه رو بعد میگفت شازده های قاجار در کنارش و قلمدانش رو بسیار زیبا بود بسیار زیبا بود امیدوارم فیلم کاملش رو شما برای ما نشون بدیم و سرانجام شما ملکه پیشین ایران
فرای پهلوی رو هم دیدید و با او صحبتی کردید که حالا باز بخش عمده ترش رو میبینید. و من همینجا بگم یک گفتگوی مفصلی با ایشون خواهیم داشت که در آینده نزدیک مشاهده خواهید کرد. اجازه بدین اول دستمایه محمد رضا شاهید رو ببینیم، کوتاه شدهش رو، و بعد بریم سراغ مسائل سیاسی و قطاری که همینجوری خالی داره میره، منتها پر از خون و تانک و توپ و هواپیمای سرنگون شده. آنتراکت این مراسم فرصتی شد تا با شعبانو فرح پهلوی گفتگویی داشته باشیم. آیا فرهنگ با آدمی سفر می کند؟ آیا یادها در زادگاه اسیر می مانند؟ میراث دیروزمان را امروز چگونه می توانیم و باید پاسداری کنیم؟ فرهنگ، غربت، جوانان، نگرانی، امیدواری، کلمات بسیارند. شعبانو، هرگز از خودتون پرسیدید اون همه فعالیت فرهنگی چرا حاصلش یک حکومت مذهبی شد و در این حال در یک حکومت مذهبی چرا انقدر جوانا رو به فرهنگ رو آوردن؟ ببینید، متاسفانه مملکت ما همیشه مورد هجوم فرهنگ های مختلف بوده. حالا اتفاقی که در ایران افتاد داستان طولانی داره که من در چند دقیقه نمیتونم بگم، ولی همین که مردم ایران و به خصوص جوانان ایران حس کردن که دارن این رژیمی که در سر کار میخواد فرهنگ و هنر ایرانو اصلا نادیده بگیره، اصلا فراموش کنه و حتی به جوانان یاد نده، بیشتر و بیشتر این عشق به وطن، این ایرانیت بین هموطنان شکوفا شد واقعا. و الان همطور که میبینید واقعا چقدر جوانها و کمتر جوانها در تمام رشته ها فعالن. میدونم اینو گفتم یا نه، و من همیشه میگم که با وجود تمام خفقان و فشاری که روی هنرمندان ایران هست، اینا نتونستن که خلاقیت هنری ایرانیان رو بگیرن و این باعث امیدواری زیاده. و من مطمئنم که همطور که همیشه میگم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست. ققنوسوار چنان خواهد شد و ما در همه اسطوره‌های ایرانی این رو داریم. مگه میشه یه ملتی با این فرهنگ و گذشته به دست دعاخوند به قرون نمیدونم تسعمه برگرده؟ نه، به قار اصحاب کف چنین نخواهد. شاهید عزیزم، بریم روی مسائل روز یه مقدار با هم صحبت کنیم. نظر فرانسه رو میخوام بدونم. خب شما هم مثل من با دیدن این کودکان پاره پاره خانه های ویران متاثر شدی. تو فرانسه اون تظاهراتی که خودت گزارشش رو دادی، دولت در چه شرایطیش؟ دولت فرانسه که همیشه سمپاتی داشته به مسئله فلسطین و عرب ها، چه واکنشی داشتن؟ نمیدونم از کجای وضعیت میشود شروع کرد. از همون روز اول آقای فرانسوا هولاند بیانیه داد، روز جمعه گذشته آقای فابیوس رو اول به مصر فرستاد، در همونجا در فرودگاه خیلی عجولانه محمود عباس رو دیدم و حتی محمود عباس به آقای فابیوس گفت من سعی کردم شما هم کمک کنید که ترکیه، قطر و حتی بحرین رو راضی کنید که اینقدر به حماس کمک نکنن و بلکه این آتش بس پذیرفته بشه. البته دقایق دیشب چهارشنبه شب آقای جان کری بعد از ملاقاتی که با آقای بانکیمون داشت در اورشلیم در یک هتل، اونجا گفتن قدم‌های رو به سوی صلح برداشتن، ولی حالا امروز پنجشنبه می‌بینیم که خیلی این قدم‌ها مستقیم و محکم برداشته نشده. به هر حال در پاریس عده‌ای از مردم خواستن که به طرفداری از مردم فلسطین تظاهراتی بکنن. دولت به خاطر امنیت ابتدا این تظاهرات رو ممنوع کرد، درگیری‌هایی شد، حتی 3 نفر رو دستگیر کردن، 39 نفر رو پلیس زخمی شد و بعد عاقبت خود حزب سوسیالیست هم اعتراض کرد که در واقع تظاهرات جزء حقوق اساسی و دموکراسی است. اونچه که دولت و قانون میتونن تصمیم بگیرن محل تظاهرات، دلیل تظاهرات و زمانش. در نتیجه دیروز چهارشنبه اجازه دادن جمعیت کثیری از مرکز جنوبی میدان دافر رفتن به طرف ساختمان انولید که وزارت خارجه فرانسه هم اونجا هست.
دلیل این مسیر هم این بود که مغازه ها کمه، به این دلیل که بار قبل عده آشوب طلب به مغازه ها حمله کردن در دو روز، هم شنبه هم یک شنبه، و روز دوشنبه رؤسای مذهبی مسیحی، یهودی و مسلمان رفتن پیش آقای اولاند و در زمان خروج هر سه بیانیه دادن که ما مسائل مذهبی رو با مسائل سیاسی از این نوع یکسان نمی‌بینیم و طبیعی است که مرگ هر انسانی تأسف‌باره و مسئله مذهب او جداگانه. در مورد مسائل سیاسی غزه مسائل بسیار است. نکته جالبی رو دیدم، کتابی است که یک هفته از چاپ شده، یک روزنامه‌نگار فرانسوی اون رو چاپ کرده، میگوید که برخلاف ظاهر این جمهوری اسلامی نیست که دیگر به حماس کمک میکنه، به این دلیل که حماس جزو مخالفین بشار اسد و در سوریه علیه بشار اسد میجنگه. در نتیجه جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند به حماس پول بده کمک بکنه که به سربازان خودش در سوریه شلیک بکنن. حالا آقای شهید عزیزم ببخشید، معذرت میخوام، من برای اینکه بتونیم این بحث رو ادامه بدیم اجازه بدید یه درنگ کوتاه بکنیم بریم و برگردیم و درباره حماس، درباره مسائل دیگه هم، اوکراین به خصوص، راجع به اینو با هم گفتگو کنیم. با ما باشید. بود ستار، مرد همه زمانها، در کنار یکی از دستاموزان شهپال شب‌پره تو بلکت، بسیار قشنگ بود. یه نکته رو بگم، حالا برمیگردیم با محمد رضای عزیزم صحبت میکنیم. من درباره انتخاب رئیس جمهوری عراق بهتون گفتم چهارشنبه امکان پذیر نیست، افتاد به امروز پنجشنبه. امیدوارم زمانی که به هر حال براتون صحبت میکنم خبر به من برسه که من بتونم خبر رو بهتون بدم. ولی این خودخواهی ها، جمهوری ولایت فقیه با تمام قدرت اومد جلوی مردی بزرگ به نام برهم صالح رو بگیره. متاسفانه روخان همسر امام جلال هم در این ماجرا به مخالفت با شایسته ترین فرد برای جانشینی امام جلال پرداخت. خوشحال شدم دیدم کوثر رسول همراه آقای برهم صالح هست و همه روشنفکران کردستان. دکتر فؤاد معصوم شخصیت بزرگی است. چقدر خوب بود او رو در مقام رئیس دانشگاه بغداد، وزیر علوم عراق، وزیر آموزش و پرورش. شخصیتی مثل او شخصیتی است مثل خاتمی، رو یادتونه اگه خاتمی وزیر ارشاد بود چه دوران خوبی داشت، بعد که رئیس جمهوری شد در کار اجرایی نتونست. برهم صالح میتونه با دیوها مقابله کنه، فؤاد معصوم نمیتونه، خیلی معصومه. برهم صالح سیاستمدار واقعی است. جمهوری ولایت فقیه نیروهای تازه نفسی رو به حمس فرستاده برای حمایت از رژیم سوریه، قربانی کردن جوانان ایرانی، سه تن دیگر کشته شدن که تشییع جنازه شون بود، آبروشون رفت و خلبان ایرانی به قتل رسید. بسیار اسباب تأسفه. آلوده شدن این رژیم در تمام مصائب منطقه عجیبه ها. فلسطینی ها میگن سه رژیم در منطقه دشمن ما به ما ضربه زدن: جمهوری اسلامی، سوریه و اسرائیل. و ابو مازن بارها به من گفت بلایی که جمهوری اسلامی بر سر ما آورد از اسرائیل کمتر نبود، همین که غزه‌استان رو درست کرد، حمایت کرد، پول داد، جهاد اسلامی درست کرد. ولی در هر حال این رو بدونید، ملت فلسطین ملت بزرگی است، ملت پایداری است، محوش نمیشه کرد، چنان که هیتلر نتونست یهودیان رو محو بکنه. این هر دو ملت شایستگی زندگی در صلح و آرامش رو دارن. آقای نتانیاهو و وردستشون آقای لیبرمن باید بدونن ملت فلسطین نابود نمیشه، کما که ملت اسرائیل نمیشه. به هر روی امیدوارم عقلانیت جای این شعارها رو بگیره. و وقتی میبینیم آقای اردوغان که خود رو نماد مدرن اخوال مسلمین میده، دو تا پلیسو که فساد او و پسرش رو فاش کردن دستگیر میکنه، یه پرونده قطور براشون میسازه، وقت میفهمید اسلام سیاسی در همه اشکالش، پاپیون، کراوات، لختی، با عمامه، بی عمامه، با ریش بی ریش،
دکانی است که باید برچیده بشه. محمد رضای عزیزم، فابیوس چه موضعی داشت در مورد این ماجرای قصه؟ مسلمه که با اینی که میدونید که مذهبش یهودی، ولی در کابینه او تنها یهودی نبود، قبلا هم وزرای دیگری در زمان آقای میتران، در زمان آقای شیراک، اما مسئله انسانی است. آقای برنارد کازنوف وزیر کشور همون جملاتی رو استفاده کرد که شما در همین لحظه میگفتید: مگر میشود مرگ انسان بیگناهی رو تحمل کرد؟ و یا از در شعارهایی که میدادن همین دیروز و چهارشنبه هست، قبلا هم البته این شعار رو دیده بودیم، میگویند که اسرائیل قاتله و آقای اولاند طرفدار قاتله، در حالی که هم خود آقای اولاند، هم وزیر کشور، هم آقای فابیوس گفتن که ما جانبدار دولتی نیستیم، ما طرفدار صلحیم و برای این گام برخواهیم داشت. دیشب چهارشنبه آقای جان کری گفت ما قدم‌هایی رو برای صلح برداشتیم، اما این قدم‌ها رو یک دولت نمیتونه به تنهایی برداره و در یک سمت و سو هم نیست، برای اینکه پیچیدگی اونقدر وسعت داره که خود مسئله امروز یک مسئله کوتاه مدتی است که قطعاً حل خواهد شد. حالا متاسفانه بیش از 600 کشته به جا گذاشته و آقای فابیوس هم از همین مسئله اظهار تأسف کرده است. موشک‌هایی رو که حماس شلیک کرد، همونطور که شما میگفتید، ضربه‌هایی که به محمود عباس زدن، در یکی از گفتگوها با آقای فابیوس پیشنهاد کرده بودن که شما کاری کنید که غزه دوباره برگرده دست آقای محمود عباس، و آقای محمود عباس هم به آقای فابیوس گفت که شما که نفوذ دارید به ترکیه و به قطر بگوید انقدر به اینها حمایت نکنن. داشتم خدمتتون میگفتم از کتاب پارزان که اون نوشته هفته پیش انتشارات معتبر گراسه، میگوید که جمهوری اسلامی این بار در کنار حماس نیست. اونچه که حماس استفاده میکنه از موشک ها با پول هایی که داشته که هنوز معلوم نیست چقدر هست و از کجا میاد، این موشک ها رو از قاچاقچیان لیبی خریده، برای اینکه لیبی هم وضع خیلی مناسب و خوبی نداره. به هر حال دیپلماسی فرانسه و آقای فابیوس بخشی است از اتحادیه اروپا، بخشی از سازمان ملل. آقای بانکیمون هم دیشب گویا در اورشلیم وعده‌هایی داده، اما واقعا با وسعت دردناکی پرونده و گوشه‌های مختلف و زاویه‌ها، شاید که باید دنیا بپذیره که این سمت و سویی که داریم می‌بینیم متاسفانه پایان خوشی نخواهد داشت. کاملا با تو موافقم، و ماجرا هم بسیار پیچیده است، بسیار سخته، خطرناکه، اما اگر اراده به صلح باشه، مطمئن باشید قضیه حل بشه. یادتونه، من و شما خوب یادمونه، وقتی اسلو برملا شد، وقتی عرفات برگشت به رام الله، وقتی دولت فلسطین تشکیل شد، چه شوق و امیدی ایجاد شده بود. با یه فلسطینی در برزیل که جدش رفته بود اونجا صحبت میکرد، گفتن آقا تو الان میخوای حق بازگشت داشته باشی؟ گفت ببین، من برزیلی شدم، خونه زندگی دارم اینجا، اینجا رو هم دوست دارم، اما دلم میخواد برم اون درختی رو که پدر بزرگم روبروی خونش بود ببینم. و این امید ایجاد کرده بود، سازندگی ایجاد کرده بود. شارون اومد بازی رو به هم زد، بعد نتانیاهو اومد. میدونید، یعنی یه چیزایی آدم نگاه میکنه میبینه اگه شیمون پرز راه رابین رو ادامه داده بود، اگه شخصیتی مثل یوسی بیلین در رأس دولت اسرائیل بود، اگه خانم لونی مونده بود، امروز به این نقطه نمی رسیدیم. آقای نتانیاهو آبروش نزد مردم خودش رفته، اینقدر ادعا کردن قبه آهنین درست کردن، چی شد؟ این همه سرباز اسرائیلی کشته شدن. اما حالا سرباز اسرائیلی کشتن، بچه های غزه چه گناهی دارن؟ زود آقای نتانیاهو میگه بله، برای اینکه اینو میرن از توی خونه ها موشک میزنن. شما که معتقدید بزرگترین تکنولوژی رو دارید، چرا وقتی میرید میزنید زن و بچه و پیرمرد و پیرزن میمیرن؟ از حماس کسی نمیره. اگه این اوج قایم شدن، دوتاشون باید کشته بشن. خیلی به هر حال دردناکه. شاهد عزیزم، نکته دیگری که برای من قابل تأمله، مسئله اوکراین و این جریان هواپیمای مالزی هست. ظاهرا فرانسوی‌ها مثل بقیه اروپایی‌ها روی مسئله خیلی جدی‌ان. گریبان روسیه رو گرفتن و حقه بازی روس‌ها رو قبول ندارن. خود اوباما هم این بار یه همتی از خودش نشون داده. فرانسوی‌ها چه میگن در این زمینه؟ فرانسوی‌ها در واقع دسته‌بندی کردن مسئله رو و
همون روز اول که میدونید وقتی هواپیما افتاد بلافاصله آقای اوباما و آقای اولاند تلفنی به مفصل هم حتی صحبت کردن، اما چهارشنبه دیروز هیئتی از امریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتن که ما مدرکی مستقیماً نداریم که روسیه رو درگیر این سقوط هواپیما بکند، و همزمان ساعتی قبل از اون فرانسه اعلام کرد که مسائل اوکراین بله، اما اون فروش دو ناو عظیمی که ناو در واقع هواپیمابر نیست برای هلیکوپتر هست، 1,200,000,000 یورو هزینش هست، این دوتا رو به روسیه تحویل خواهد داد، پرونده ها رو با هم مخلوط نمی کنن. به خصوص که شنیده ایم 400 نظامی روسی هفته پیش آمدن به فرانسه برای چند هفته دوره آموزشی ببینن برای استفاده از این دو ناوی که اسمش هست میسترال. در نتیجه پرونده اوکراین هم شاید شباهتی داره از بابت پیچیدگیش در اوکراین که یک دولت و یک کشور و یک روز نمیتوانن کاری بکنن. آقای شاید اینو میخوام بپرسم، روزنامه های فرانسوی مثلا لوموند، لوفیگارو اینا، نگاهشون به حادثه چی بود؟ انگشت روسا رو دیدن؟ تیتر بسیار جالب و یک جمله که آقای پوتین دیپلماسی سکوت رو بهش اعتبار داده و ازش استفاده میکنه. به این دلیل که همونطور که خدمتتون گفتم در مورد پیچیدگی، وقتی شما پرونده اوکراین رو میبینید یک جرقه نبوده، یک ابتدای لحظه‌ای نداشته. دقیقا. حالا در این پیچ و خم باید بازتاب به اونها چیه. وقتی که برای سالگرد پایان جنگ جهانی دوم حتی آقای پوتین رو هم دعوت کردن، آقای اوباما هم اینجا حضور داشتن، ولی نمیشد صحبتی کرد، برای که این پرونده چندین صفحه داره، سوریه داره، پرونده هسته‌ای ایران داره، خود گرجستان رو داره، خود اوکراین رو داره. نقد و بررسی رسانه ها ابتدا به خبرهای هر روزی تکیه میکنه و هر خبر روز رو در نگاه به دیروز و دیروزهاش به فردایی متصل میکنه که توش اطمینانی نیست، و برای همین عنوان پوتین با سکوت حرف میزنه شاید به نظر من عنوان پرمعنایی است که همه چیز رو میگوید. آقای دیوید کامرون پریروز گفته است که باید پوتین رو زیر فشار قرار داد و با اون معامله نکرد، ولی نمیگوید که کدوم کشورها در چه زمینهایی. امروز دیدم که صبح امروز خبرگزاری ها میگفتن که قرار است اتحادیه اروپا فهرستی رو تنظیم بکنه که بعضی از اشخاص روسی رو تحریم کنن. خب تحریم یک شخص روسی چه چیزی میتونه باشه؟ احتمالاً پیچیده ترینش این است که نگذارند او به اروپا بیاد. آیا این واقعا یک ضربه مهمی برای یک دیپلمات؟ اونم به هر حال یک زمان موقت خواهد داشت. پرونده شاهد عزیزم، پرونده است که خود آقای پوتین باید ورق بزنه و نه مخالفینش در اروپا. فرانسه جز کشورهایی بود که در سرنگون کردن قذافی نقش اساسی داشت. بله، هواپیماهای فرانسوی، دانش نظامی فرانسه، راهنمایی ها، رصد، مراقبت. چرا فرانسه لیبی رو رها کرد؟ چه اتفاقی داره میفته؟ الان لیبی گروه های اسلامی اومدن میخوان فرودگاه رو بگیرن، جنگ و درگیریه، بعد جنرال هفتر در بنغازی میخواد حرکت کنه، احتیاج به لاجستیک داره، کمک داره، تروریست ها پول دارن، اسلحه مصادره کردن، دار و دسته قذافی بهشون پیوسته. فرانسه چرا سکوت کرد؟ فرانسه مسئوله. چه خبر اونجا هست درباره لیبی؟ من به طب به عنوان یک دیپلمات فرانسوی نمیتونم پاسخ شما رو بدم، بلکه خوانده ها و شنیده هام رو میتونم به شما بگم. در اون روزها و حتی در سخنرانی که آقای سرکوزی در محل داشت و اولین رئیس جمهوری بود که به اونجا رفت و علنی هم در دخالت سقوط قذافی رو بر زبان آورد، فرانسه وظیفه خودش رو تا قبل از دخالت معنا کرد، یعنی اینکه ما کمکتون میکنیم، این قذافی رو که اگر ما نیاییم شما مردم نمیتونید سرنگون بکنید، کمکتون میکنیم. از اینجا به بعد دیگر دخالت یک دخالت فراتر از قانون، فراتر از حقوق بشر و از همه مهمتر کشورهای دیگه هم ساکت نخواهند بود که شما فرانسه بیایید دخالت بکنید و ما کشورهای حتی دوست مثل بریتانیا، مثل آلمان و حتی کوچکتر ایتالیا، اسپانیا. میدونید که قذافی به خاطر اینکه شوهر مادرش
سالها در ایتالیا کار میکرد، رابطه بسیار خوبی با ایتالیا داشت و هیچ کشور اروپایی در زمان آقای برلسکونی اینقدر به آقای قذافی نزدیک نبودن و حتی شایع بود که آقای برلسکونی کسی است که مدافع آقای قذافی است در حتی امریکا و گهگاه اون خشم و غضب امریکایی‌ها رو نسبت به قذافی می‌کاهد. برای فرانسه در یک مرحله علنا حضور داشت و از اون لحظه که انتخاباتی انجام شد دیگر حضورش شایسته دموکراسی و جملاتی که همه رؤسای جمهور فرانسه تکرار کردن نبود که بخواهد مستقیم در یک کشور حضور نظامی یا سیاسی داشته. یه مسئله که هست به نظر من با توجه به روابط تاریخی و استراتژیک فرانسه با مغرب، با الجزایر، با تونس، این کشورها هم در خطرن. یعنی الان این اتفاقی که هفته پیش در مصر افتاد و یک گروه تروریست داعش مصر در واقع از لیبی رفتن و تعدادی سرباز مصری رو کشتن و همینطور در تونس، این زنگ خطره برای همشون. یعنی واقعا لیبی میتونه چاد، سودان، مصر، الجزایر، تونس همه رو به خطر بندازه. و اینه که به نظر من فرانسوی‌ها یه مقدار در این زمینه کوتاه اومدن و خیلی لازمه. یه کار بزرگی که سیسی کرد خیلی جالب بود. سیسی چند ساعت پاشد رفت الجزایر و بوتفلیقه رو دید و نشست باش صحبت کرد و بعد معلوم شد که اطلاعات گسترده‌ای که مصری‌ها در اختیار الجزایر گذاشتن برای رویارویی با تروریست‌ها خیلی مؤثر بوده. بنابراین میخوام بگم یه فرانسه یه نقش مهمی داره. الجزایری ها به فرانسه نگاه میکنن، به خصوص با موضعی که فرانسه گرفت و عملا از ادامه حضور بوتفلیقه حمایت کرد. حالا این موضوعات به هر حال مهمی است که سرش صحبت میکنیم. بیایم بریم سوریه. بسیاری از این رهبران برجسته اپوزیسیون سوریه در فرانسه بودن. استاد دانشگاه بوده، بازرگان بوده، پزشک بوده، خیلی هاشون از قدیم با فرانسه ارتباط داشتن. به هر حال فرانسه مادر معنوی سوریه و لبنان بوده در اون دوران ماندا یا انتداب، در دورانی که اینها تحت الحمایه بودن. راجب سوریه فرانسه آیا موضع جدیدی گرفته، فرقی کرده؟ رئیس جدید ائتلاف با دولت جدیدی که قرار تشکیل بشه چه موضعی فرانسه داره در این زمینه الان؟ بله بارقم خدمتون گفتم که سخنگو در واقع انتخابات سوریه رو در برابر انتخابات بشار اسد که به اون لقب کارناوال داد، مضحکه، جمله مشترکی رو این بار در مورد مسائل مختلف من ازش استفاده کردم: پیچیدگی و وسعت بحران و این که فرانسه از اون چیزی که ادعا داره چه در علنی و چه در پنهان نمیتوانه جلو بره، بلکه یک تنه قادر نخواهد بود. میبینیم در خیلی از این پرونده ها تمام کشورها هم نمیتونن. خانم مرکل بعد از سقوط هواپیما وقتی تلفن کرد به آقای پوتین، پاسخ آقای پوتین به خانم مرکل نبود بلکه به جامعه جهانی بود. امروز در مورد مسائل خاورمیانه از جمله سوریه، اون چه که فرانسه میتونه انجام بده، خب آقای عبدالعلیم خدام اینجا بود، سخنگوی ارتش سوریه اینجا بود، من با همه اینا مصاحبه کردم با آقای عبدالعلیم خدام دو سه بار تا به حال. اما از یک جایی اون چیزی که آدم‌های اطلاعاتی معمولا ازش استفاده میکنن، میگن روی کاغذ تا در محل دو دیکته و دو انشا وجود داره. خب اینجا تصمیماتی گرفته بشود. اگر در داخل سوریه به هر حال بشار اسد طرفداران خودش رو داره، دیدید که هواپیماهای بشار اسد رسما بشکه‌های باروت روی ساختمان‌ها انداخت، شمار پناهندگان از مرز 1,000,000 گذشت. فرانسه چیکار میتونه بکنه؟ مگر انسانی ترین کار رو باید بکنه که کرده، آذوقه، آموزش در مرزهای ترکیه، در مرزهای حتی لبنان و اردن. باز گفتم وظیفه دیپلمات هاست که در این باره صحبت کنن و نه من، و دانسته های من هم در واقع برمیگرده به گفته های اونها. این که سوریه، لیبی، خاورمیانه، حالا در مورد شمال افریقا که فرمودید، بعد از اون عملیات نظامی در افریقای مرکزی تا حدی شاخ افریقا یک آرامش نسبی رو هم لمس کرد هم باور کرد. خطرناک لحظه‌ای بود که مرزهای این کشورها می‌لرزید. حالا میگفتن مسئله مالی خیلی مهم بود. بله؟ مسئله مالی و
بله من قوت خیلی در نتیجه فرانسه نقش مهمی داشت. خاورمیانه که بشکه باروته دیگر نمیشود تصمیم نظامی گرفت و به خصوص که بارها این موضوع رو با هم صحبت کردیم، خیلی از پرونده ها و تصمیم گیری ها در روز عمل اونقدر نگرانی نداره که در فردای عمل جای سوال وجود داره که آن وقت چه خواهیم کرد. بسیار ممنونم محمد رضای عزیزم. ما که سیر نمیشیم، هر بار با شاهید عزیز، انسانی متواضع با دانش و هنرمند و هنردوست و روزنامه‌نگار بسیار سرشناس، ازت ممنونم عزیزم، روز خوبی داشته باشی. خب ما یک فرصت خیلی کوتاهی داریم، من یک نگاهی بکنم به یکی دو مسئله که بسیار با اهمیت. دیروز یک سرمقاله از حازم ساقیه میخوندم، روشنفکر و نویسنده سرشناس لبنانی در الحیات، بسیار مقاله قشنگی، مقاله تکان دهنده بود. مسیحیان خاورمیانه، اگر به تاریخ نگاه کنیم، مسیحیان لبنان، مسیحیان سوریه، عراق نقش بسیار مهم و برجسته‌ای در تطور و تحول اندیشه و فکر داشتند. حزب بعثو کی درست کرد؟ میشل افلر. رئیس جبهه خلق برای آزادی فلسطین که بود؟ جورج هبش. جبهه دموکراتیکی، نایف حواتمه. ادوارد سعید، بعد نگاه میکردی از اون طرف توی لبنان، سعید عقل، شاعر برجسته، میخائیل نعیمه، خواننده برجسته فیروز. نگاه میکردی در هر جنبه هنر این مسیحیان رو میدیدی، جامعه رو بارور میکردن. در جورج هاوی، دبیر کل حزب کمونیست لبنان، در واقع دگرگون ساختن وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هنری منطقه نقش اساسی داشته. اسلام ناب چه کرد با اینا؟ حزب الله رو یعنی بختک در لبنان به جونشون انداخت. آدم‌های کوچکی که عاشق میسس هم مثل میشل اون رو هم گویی که مسیحیه ولی به دستبوس آقای خامنه‌ای میره، اونا رو شناسایی کرد. از اون ور در موصلی که مسیحیان ریشه هزار ساله دارن و پاپ در دعای روز شنبهش براشون دعا کرد و اشاره کرد به سابقه شون، یک مشت جعلق چچنی و عراقی و اردنی و غیره و ترکی و غیره بیان اونجا تو سرشون بزنن و بگن یا مسلمون شو یا جزیه بده یا بذار برو. بعد موقع که میره، نه اینجوری نمیره. روایاتی که روزنامه چاپ کردن، پولاتو بده، خونتو بده و برو. و یکشون گفته و بعد از دو روز به خونم برگشتم، دیدم رو درم یه پلاک زدن جز و اموال دولت اسلامی شام و عراق. شام و عراق داعش خیلی متاثر کننده است. در سرزمین خودمونم مسیحی های ما نقش های مهمی داشتن، نویسنده بودن، شاعر بودن، خواننده بودن. مگه میشه تاریخ ویگن و داداشش کارا رو فراموش کنه؟ به هر حال بد میکنیم، ما بد میکنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.